توی شیر صبونم آب بود ولی توی شیر آب نه منظورم اینه که از هیچ میلی آب نه همسایه ها مشکلی نداشتن همسایه واحد کناری اومد و شیر زیر کابینت زرف رو چرخوند آب مثل آبشار از لوله ها سرازیر شد به همین سادگی زیر لب گفت همه دستی مجرد آخه از کجا باید بدونم آب قطعه یا نه؟ همه چیز این آپارتمان کهنه و قدیمیه. از کجا بدونم چی به چیه؟ حتی خود عجیب هست چون دیشب قرص خوابا برخوردم. خب معلومه که لیوان آب و زیر شیر آب گرفتم و پر کردم پس شیر فلکه زیر کابینت باز بوده. شیر فلکه رو کی بسته؟ لابد کسی تو خونه بوده. شاید نگران چکه های دوش بوده. خواسته بدخواب نشم و فلکه رو بسته. ولی صبح که پا شدم چیزی دست نخورده بود کتابام کف اتاق بلو بودن کامپیوترم خاموش و سرد رو میز بود هر جاسوس یا معموری میتونست هر اطلاعاتی که میخواد بدزده و آب از آب تکون نخوره شایدم فایلای کامپیوتر کپی کرده باشن البته وقتی بازشون کنن میفهمم پوکه پوکه بعد یهو یه حدس میزنن من با زرنگی اطلاعات اساسم و روی یه دیسکت زدم و همراه همه و بعد اونا یه مامور زبل میفرستن تو خیابون تا بهم تنه بزنه دیسکت رو کش بره ولی من از اونا زرنگ تنم قبلش میرم دیسکت رو تو صندوق پستیم قایم میکنم ولی حالا که وقت فکرهای مزخرف نیست اصلا این هزیونا چیه ذهن منو پر کرده هم باید به فکر هر چلی باشم که توش افتادم تا الان باید یکی مرده باشه سیمه هم که زده به چاک بقیه هم همه چیز میندازن گردن من و خودشون قصر در میرن میتونم برم جار بزنم بگم از هیچی خبر ندارم که منیش 180 درجه برعکس میشه یعنی همه چیز رو میدونم میپرسید چطور پام کشیده شد تو این ماجرای مزخرف خب دلیلش دو چیز بود تسلطم به زبان آلمانی و آشنایی با پروفسور دیسامیس باید بگم مقصر نگرفتن مدرک دانشگاهیم همین دیسامیس بود دلیلش رو یواش یواش بهتون میگم اولا دو سال بعد از ازدواج همسرم طلاق گرفت احتمالا چون منو به چشم یه بازنده وسواسی و بیاقبت میدید ولی من چی کار میکردم؟ کاری ازم برنامه اومد. آلمانی رو تو بچگی از مادر بزرگم یاد گرفتم. سال اول دانشگاه برای خرج زندگی متن آلمانی ترجمه میکردم. در آمدم خوب بود. اما دوتا کار رو نمیشد با هم کرد. با خودم گفتم چرا رشته تحصیلیم زبان آلمانی نباشه؟ هم بهش علاقه داشتم هم بهش مسلط بودم. استاد بزرگ زبان آلمانی دانشگاه پروفسور دیسامیس بود. به این ترتیب تو رشته زبان آلمانی ثبت نام کردم. پروفسور تشکیلات با شکوه و عظیمی داشت یک کتابخونه وسیع که همه چیزش برق میزد برای رفت آمد تو کتابخونه باید دمپایی مخصوص میپوشیدی مقررات رفتن به سالن کنفرانس که دیگه آداب و رسوم وسواسی خودشو داشت سقف بلند گنبدی و پنجره های سبزش ترکیب معماری باروک و گوتیک بود چه <تصف> ملغمه قریبی پروفسور برای کتابخونه و تالارش اسم گذاشته بود سالن معظم و آشیانه اوقاب همیشه رأس ساعت چهار با تشکیلات و آداب خاصی وارد سالن کنفرانس شد. خودش با وقار عجیبی جلو حرکت کرد. یه متر پشت سرش پیرترین دانشیار دانشگاه میومد دو متر عقبتر استادیارای زیر پنجاه سال پیش میومدند دو استاد تشکیلات گنده ضبط صدا را حمل می داخل تالار که می شدن پروفسور با وقاری شبیه تاج گذاری روی کرسی با شکوهش می شست. همیشه سخنرانی رو با نفی نقل قول کسی شروع می کرد. مثلا می گفت برخلاف چیزی که همکار عزیزمون پروفسور بکرد تازگیها تازگی ها گفته بعدش دو ساعت تمام یک نفس حرف می زد. تمام سخنرانیشم هم ضبط می شد. بعد از سخنرانی بدبختی بزرگ تازه شروع می شد. رو وادار میکرد کرد بشینن و سخنرانی ضبط شده رو گوش کنن. بالاخره بعد از دو سال حضور دست و پا شکسته تو دانشگاه تصمیم گرفتم برم پیشش. می خواستم درباره موضوع پایان نامم حرف بزنم. هرچند چند حد می زدم با موضوع پایان نامم مخالفت کنم. چون موضوعش مدرن بود. پروفسورم از کارهای مدرن اصلا خوشش نمیومد. دستیارش آسون گیرتر بود. فکر کردم از کانال دستیار وارد ولی دانشجوهای سال بالاتر گفتن گور خودم رو میکنم پروفسور تا ابد با هم چپ میفته پس به فکرم رسید از طریق دستیار به پروفسور برسم اینطوری دیگه خطر دشمنی وجود نداشت اما رفته رفته علاقم و به دانشگاه از دست دادم چسبیدم به ترجمه و مثل یه ماشین کار هر سفارشی رو ترجمه میکردم ولی روی کرده عجیب غریبی داشتم مثلا یک کتاب سنگین اقتصادی رو به زبان لطیف شاعرانه ترجمه میکردم. یه روز یه حس کردم دیگه نمیتونم برگردم دانشگاه. بین من و درسها کلی فاصله افتاده بود. جمع کردن پایان نامه که بزرگترین معزل بود. کسی که امیدای واهی تو سرش از اولش بازنده است. همین که حقیقت رو میفهمی دیگه کاری ازت ساخته نیست. برای همین زدم به جاده کسب و کار و درآمد. اولش معلم سرخونه شدم. پول خوبی میدادن. ولی پسر کودن بود. یه سالی به زور تحمل کردم. میتونستم بیشترم تحمل کنم ولی مادر پسر ازم توقعات بیشتری داشت. پس معلمی پسرک کودن و بوسیدم و گذاشتم کنار. بعدش برای چند تا روزنامه محلی سفارش نویسی کردم. مجله ها به آدم گمنامی مثل من میدون نمیدادن. بازخانی نمونه های چاپی دو سه تا ناشرم به دوشم بود بخور و نمیری دستم می اومد اتاقکی اجاره کرده بودم باقی وقتم هم به یللی تللی می گذاروندم بازنده ها بیشتر از برنده ها حالیشونه ولی زحمشون از دنیای لذت ها فقط لذایز معنوی و علمیه نادم هرچی بیشتر بدونه اوزاش بیریختره ولی تمام چند سالی که اینطوری کار میکردم رویای شهرت رو فراموش نکردم همش تصور میکردم بالاخره کتابی می نویسم که یه شبه مثل فوار پرتم میکنه تو آسمون اما اصلا آسون نبود بعدش فکر کردم از راه نوشتم پول در بیارم مثلا بعد نبود رمان پلیسی بنویسم البته با اسم مستار اتفاقا خانندم زیاد داشت میشد از ریموند چندلر تقلید کنم یا از نوع ضعیفترش مثلا میکی اسپلین ولی فرهنگ نوشتاری من طور دیگه ای تربیت شده بود وقتی می نوشتم از مسئله ها و تشبیه ها و استعاره های استفاده می کردم که خواننده باید برای هر صفحش به ده تا کتاب سنگین مراجعه می کرد نتیجه این که نوشتن رمان و بوسیدم گذاشتم کنار که یهو یه دعوتنامه سیمی به دستم رسید من به چیزی وابسته نبودم مدتی از این زندگی تکراری خلاص می شدم برای همین خورده وسایلمو گذاشتم تو ساکی و رفتم پیش سیمی وقتی دیدمش پرسیدم قرار چه کتابی بنویسم گفت خاطرات یه روزنامه نگار شرح زحمات یک سالش برای راه انداختن روزنامه که هیچ وقت در نمیاد اسمش هم فرداست همه از همین اسم فریبنده استفاده میکنن مخصوصا حکومت ها و حزب به نظر تو دیروز قشنگتر تر نیست گفتم نمیدونم ولی چرا من خودتون که دست به قلم این تازه قرار روزنامه را بندازین گفت روزنامه را انداختن با دست به قلم بودن دوتاست... وزیر جنگ که حتما نباید خودش نارنجک انداز باشه گفتم <تصفح> فهمیدم بگو ببینم کتاب به اسم من چاپ میشه یا دو تاییمون گفت تو کتاب و با اون قدرت جادویی قلمت می بعدش قیب میشی. <تصفح> من میمونم و کتابی که نوشتم میگن الکسان دوما هم همچین سایهی پشت کاراش بوده گفتم اگه بگم نه چی؟ نه میگی چون ماهی شیش میلیون لیر پول میگیری برای چه مدت؟ یک سال کتابو که تحویل دادی ده میلیونم جیرنگی به جیب بیزنی میدونم که این برات رویاست نه؟ حرفی نزدم دوباره گفت پول و طوری بهت میدم که جایی ثبت نشه پس مالیات هم نمیدی با این پول میتونی زندگی تو رو به راه کنی به شرطی که بادش ندی گفتم حالا چی گیره تو میاد خب کسی هست که پشتیبان مالی کار گفتم این اگه کیه قید همه میزنم شوخی هم نمیکنم. کمی فکر کرد شوالیه ویمرکاته حتما در شنیدی گفتم مشهور به معاملات مشکوک صاحب ده دوازده تا هتل لوکس تو ساحل دریای ادریاتیکه صاحب کلی خونه و ملک چندتا کانال تلویزیون محلی هم داره سیمی گفت بیست و یک نشریه را از قلم انداختی بگذاریم دفتری که برای تو در نظر گرفتم فوق شیکه پرسیدم به چی این کار میکنه؟ چی گیرش میاد گفت اولش با تیراژ چند تایی جلو میره اسرار سیاست مدارا و پول دارای کشور رو توش شاب میکنه البته در لفافه و سربسته که فقط خودشون بفهمن هول برشون میداره صداش میکنن تو خلوت بهش میگن چیکار کنیم از این خبرات چاپ نکنیم شوالی هم میگه باشه روزنامه رو تعطیل میکنم در عوض مثلا دو درصد سهام فلان روزنامه تلویزیون یا بانک بزرگم میگیرم دو درصد همچین سهام ثروت قارون بود ولی کلی آدم قرار بود سر کار گذاشته بشن دل میبستند که قراره توی یک روزنامه ابدی کار کنن خبر نداشتن آلت دست مقاصد جناب شوالیه قرار گرفتن گفتم حالا کتاب نوشتن درباره روزنامه قلابی دیگه چه سیغه ایه؟ خندید و گفت نه دیگه اومدی نسازی تو باید با قلم سهرنگیزت یه چیز دیگه بنویسی باید حقایق و وارونه جلوه بدی بگی من کلی زحمت کشیدم روزنامه مستقل را بندازم ولی دستای مانع شدن نذاشتن یک صدای تازه و افشاگر شنیده بشه میخوام ازش حماسه بسازی چیزی بنویسی که آدما به هم افتخار کنن برام برام متاسف بشن میخوام منو ببری به اوج همچین بزرگم کنی که چشم به هم خیرشن کمی بعد بدون اینکه حرفی بزنیم قراردادی نانوشته رو امضا کردیم روز بعد جلسه معارفه تو دفتر روزنامه برگزار شد سیمی من و معاون سردبیر یعنی خودش معرفی کرد به اعضای تحریریه گفت جناب دکتر کلونا پر از تجربه مطبوعاتی هن. مقالاتتون رو ایشون بازبینی میکنن میدونم هر کدوم از شما تجارب و سوابق خوبی دارید اما خب برای همسو شدن باید با دکتر کلونا همکاری کنید ایشون مغز متفکر این کار است مثلا اگر یکیتون می نویسه جمعیت تو قلب طوفان گیر افتادن دکتر کلونا ردش میکنه خب استدلالشون هم احتمالا اینه قلب طوفان یعنی مرکز طوفان مرکز طوفان جایی که از فشارها دوره پس اصطلاح درستی نیست باید مثلا بگیم حرفش قطع کردم و گفتم نه دکتر سیمه عزیز اتفاقا این جور مواقع دقیقا همون قلب طوفان رو به کار میبریم چون مخاطب و یاد وسط طوفان میندازه یعنی مرکز ماجرا همیشه مرکز امن و دور از هر حیاه و خطره پس دقیق تره سیمه لبخندی زد و گفت عالیه درسته پس باید در سطح مخاطب حرف بزنیم خب مخاطب ما کیه کسایی که ممکنه پنجاه ساله باشن ولی سن نقلیشون دوازده سال است اکثر مخاطبین ما عوام و بی شاید تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشن ولی مهم نیست همشون عاشق شایعات و خبرهای خال زنکی یعنی ادعاشون تا کهکشان ولی اغلب حتی یک جلد هم کتاب تو خونه ندارن خودشون عاشق نقاشای بزرگ جا میزنن درباره تازه ترین کتاب فلان نویسنده بزرگ اظهار نظر در حالی که لای کتابم باز نکردم بگذاریم بریم سر معرفی خودمون از تنها خانم جمع خواهش میکنم خودشو معرفی کنه زن جوان گفت مایا هستم بیست و هشت ساله دکترای ادبیات البته دکترامون نصفه ول کردم بهتر بگم مشکلات خانوادگی اجازه نداد پنج سال با همین مجله های خاله زنکی و زرد کار کردم از لحظات و روابط مخفی آدم ها مخصوصا سلبریتی ها عکس و گزارش تهیه می کردم کمی میکردم براشون عکاس میذاشتم سر راشون خلاص حسابی آبرشون رو سر چوب می کردم ولی آخرش خسته شدم سیمه گفت چطور شد سر از روزنامه ما درآوردین مایا گفت خب روزنامه دنیای جدی فرصت میده مثل کارگاه واقعی بری سراغ ماجراهای بزرگ و مهم زن تر و فرزی بود با شور و نشات هم حرف میزد ازش خوشم اومد نوبت نفر بعدی بود خودش و رومان و برگادوچو معرفی کرد اسم عجیبی بود خودش خندید و گفت اسمم به انگلیسی معنی زشتی داره ولی چه میشه کرد؟ پدر بزرگ من سرایی بوده وقت انتخاب اسم معمور آزاردار سفت اول این اسمو براش میذاره از اینجور دامن پیدا میشن دیگه مرد درباره سوابق و رزومش گفت چهار نفر بعدی هم خودشون معرفی کردن یکیشون تو صفحه یه حوادث می نوشته اسمش کامبریا بوده بعدی لوچیدی بود ولی انگار تو هیچ روزنامه ای کار نکرده بود اسم روزنامه هاشم و بود سه نفر دیگه هم هر کدوم کارایی کرده بودن مثلا پلاتینو تو حوزه اخبار ورزشی کار کرده بود. تسلط کستنزا بیشتر رو ویراستاری بود. معرفی که تموم شد سیمای گفت خیلی خب حالا لازمه فقط توضیح بدم چرا اسم روزنامه فرداست؟ دلیلش واضحه روزنامه های دیگه اخبار روز قبل رو چاپ میکنه یعنی چیزی که هم ازش اطلاع داریم خب این به چه درد میخوره برای همین مدام تیراژ چاپ و فروش میاد پایین ولی ما باید از چیزهایی بنویسیم که هفته بعد ممکنه اتفاق بیفته پیشگویی های غیر تحلیل های ناب مثلا انفجاری اتفاق میفته مردم فقط خبری ساده میشنوند ولی ما از زیر زبون پلیسای مخفی و رئیس رؤسای رده بالا پشت پرده های سری ماجرا رو میکشیم بیرون فهمیدین؟ براگادوچو گفت فهمیدنشو که فهمیدین ولی میدونی چقدر نیرو میخواین؟ سیمه گفت بله میدونم فقط یک سال اول رو بی امکانات میریم جلو سال دوم به بعد مجهز و بزرگ میشیم به این ترتیب جلسه اول ما تمام شد راگادوچو شونه به شونه با هم اومد. نباید با اعضای تحریری خودمونی می شدم. ولی نفهمیدم چی شد سر از کوچه پس کوچه های دور و دراز و محله های ترسناک در آوردیم. به نظر مرد خوشگذرونی بود. حسلش رو نداشتم. صاف گفتم تو این فازا نیستم. دیگه هم حرفی نزد. به جاش درباره بناها و کوچه های تنگ و تاریک و دراز محله حرف جای غریبی بود. خوفناک و دلگیر. زنی از کوچه رو, رو رد شد. برگدوچو گفت نیاج کن اصلا جای خوبی نیاده هر لحظه ممکنه با چاقو خفتش کنن قدیما اینجا کلی کشته داده زیر هر دیواری و گردی اسکلت آدم مرده پیدا میکنی قرن نوزدهم یه بابایی به با اسم بوجا کلی آدم آورده بود تو زیر زمین این خونه و کشته بود میبینی میبینی چقدر ترسناکه خونه یه بحشتناک و دلگیری بود جلوش و دیوار کشیده بودن ولی از پنجره و دیواراش وحشت و نکبت میبارید براگادوچو گفت پلیس بار اول ولش کرد بعد که گند کارش در دیگه ولش نکردن سرش برای آزمایش جمجمه و ریخشناسی شناسی قاتل های بلفتره دادن دانشمند معروف چه لومبروزو قال قضیه خوابید چند دقیقه بعد رسیدیم به یه محبته بزرگ پارکینگ بود ویرانه های قدیمی از دل بافت جدید شهر سرک کشیده بودن گفت کی باورش میشه میلان یه وقتی پایتخت امپراتوری روم بوده حالا دیگه کسی رقابت نمیکنه بیاد نگاش کنه خونه های پشتی رو میبینیم هنوز دست نخوردن ویرونه های بمباران های جنگ جهانی دومن ویرانه های جنگ جهانی زشت و غم انگیز بودن هیچ اثری هم از آرامش بناهای باستانی نداشتن براگادوچو گفت نمیدونم چرا تا حالا خرابشون نکردن شاید ممنوع باشه آخه آثار باستانی وقتی ثبت ملی بشن دیگه نمیشه کارشون کرد شدم چون درآمد پارکینگ خرابا خیلی خوبه بعد میگم بعد دستش گذاش رو شونم روشونم و اشاره کرد برم جلو یه کافه قدیمی دخم مانند بود رفتیم تو دیوارها همه قرمز بودن همه چیز بوی خاک و کهنگی میداد یه سر گوزن کوبیده بودن بالای دیوار روبرو هنوز مشتری نیامده بودن فقط چند تا دانشجو با تیپ پای عجق و عجق چیزایی میخوردن نشستیم و چیز مختصری سپارش دادیم گفتم چیه میلان پابندت کرده چی داره؟ گفت میخوام چیزای فراموش شده خودم اینجا پیدا کنم خاطرات پدرم پدر بزرگم این این پدر بزرگی من تو دوران فاشیستا ساب منصب بود جنگ جهانی که تموم شد باید فرار میکرد ولی نتونست همین گوشه میدون ادامش کردن پدرم هم رای پدرش رفته بود ولی اعدام نشد چون فرار کرده و قایم شد ولی واقعا زندگی پر داشت مادرم خیاطی میکرد و خرجشو میداد غرور پدرم له شده بود الکلی شد بیشتر وقتا سعی می که خودش دفاع کنه البته نه دفاع کامل و محض فقط می گفت جنایت های فاشیستا ها به اون شوری جور هم نبوده بزرگش کردن به هم میگفت گفت میدونه کیا هولوکاست رو درست کردن از اردوگاه های میلیونی کار و اتاقای گاز درندش نوشتن همین روزنامه حرفاش راستش فکرمو مشغول کرد نه اینکه فکر کنی با فاشیستا موافقم نه فقط میدونی دیگه من به چیزی اعتماد ندارم من کجا من اون بشر رفته باشه ما ما فقط چند تا فیلم و عکس دیدیم دیگه که اونم رسانه ها گفتن اصلا متوجه شدی فضا که روما ما ورود میان سایه ندارن معنیش چیه خب معلومه اصلا کجا معلوم جنگ خلیج فارس اتفاق افتاده باشه شد با چند تا فیلم آرشیوی گولمون زدن مکسی کرد و جرعه سر کشید گفتم پدرت چی شد؟ سیزده سالم بود که مرد سعی کردم خلاف رو برم معقول و سالم زندگی کردم یه مدتی شدم ماویست ولی <تصفح> خیلی زود فهمیدم ماو بیشتر از هیتلر و استالین آدم کشته <تصفح> تو پر بودن از نفوذی و جاسوس زدم جدی نگاری میخواستم توطئه های پشت پرده رو کشف کنم خلاصه ایمانم و به هر چیزی از دست دادم فقط اینو میدونم همیشه پشت سرمون کسی منتظره گولمون بزنه <تصفح> گفتم با روزنامه جدید میخوای چیکار کنی تمام تجارب و کشفیات هم اینجا میریزم رو دایره چیزایی دارم که ازش یه کتاب تکون دهنده در میاد فقط آ... فقط پول میخوام می یعنی حقوق سیمه اصلا کافی نیست بعد ماشین بخرم تحقیقاتم ماشین میخواد هی دقیق تر بگم ماشین خوبم میخوام پرسیدم خوب یا بد بودن ماشین چه اهمیتی داره گفت باید کلی جا سر بزنم ماشین قرازه پیرم میکنه انتظار داشتم درباره اطلاعات مخفیش از توتعه ها و مفاسد حرف بزنه ولی یهو شروع کرد از ماشین های مختلف حرف زدن اسم و مدل و مشخصات صد جور ماشین جدید و مد روز و فوت بود ای و بو اشکال هم خیلی خوب میدونست یکی تا صدش پایین بود یکی مصرف سوختش بالا بود یکی دیگه جاش تنگ بود یه ماشین دیگه معرکه بود ولی سرعتش بالا نبود جدول بزرگ مقایسه درست کرده بود نصبش کرده بود رو دیوار اتاقش خلاصه تو شناخت ماشین استاد بود انقدر گفت و گفت که حوصلم سر رفت گفتم حالا چرا یکیشونو نمیخری قال قضیه رو بکنی گفت میترسم مسخرم کنی ولی به نظرم همه کمپانی های ماشین سازی دست به یکی کردم ماشینی که میخوامو پیدا نکنم شاخ در آوردم آدمی با این نقاید ندیده بودم گفتم ولی منطقی هم نیست کمپانیا دستشون تو دست سیایه ای و بقیه باشه که بخوان تو رو منحرف کنن لبخند آقلن در صفیحی زد و گفت همشون با هم دستشون توی کاس هست با هفت خواهرای نفتی با سنایه بزرگ همونا پدر بزرگ من رو ادام کردن پیش خدمت ها رو میزای اطراف رو میزی پهن میکردن همش هم یه چشمشون به ما بود یعنی گورتون رو گم کن. رگدوچو استکانش انداخت بالا آهی کشید و گفت نه باید خشک و خالی خورا باید بریم جای اوناییه که غذای چرب و نرم سفارش میدن بریم دیگه میگم سرش آورد جلوتر و گفت مهمون من یا ولی میشه یکم پول به من قرض بدی دو ماه پسش میدم گفتم من از تو آسو پاسترم واقعا من فکر میکردم حقوق تو خیلی بالا باشه خیل خوب باشه پس تو حساب کن و اینجوری بود که آشناییم با برگادوچو رفت روز بعد اولین جلسه کاری تحریریه شروع شد سیمه برای شروع میخواست خبری قدیمی رو زنده کنه خبر درباره مسئول سرای سالمندان بود اسم طرف کیزا بود رشوه گرفته بود کارهای سرای سالمندان رو به پیمانکار آشنای خودش بده. پلیس فهمیده بود و رفته بود سراغش. کیزا سعی کرده بود پولای رشوه رو آتیش بزنه ولی گیر افتاده بود. ظاهرا مطبوعات از کنار پرونده ساده و زیر سیبیلی رد شده بودند ولی سیمی گفت پرونده ابعاد پنهانی داره و دادستانی مخفیانه پیگیرشه مخصوصا یه قاضی سمج افتاده دنبال پرونده قاضی فهمیده که حساب بانکی بزرگی داره تحت فشارش گذاشته و به کلی آدم کله سیاسی رسیده حالا پای چند تا حزب بزرگ و سران مملکت در میونه سیمی گفت متوجه شدین این چند روز اخیر دو تا حزب کلی ریز آرا داشتن؟ هممون در چریان بودیم سیمه گفت و دیدین یک حزب که اطلاعات زیادی داشت چطور رو موجا سوار شد خودشو کشید بالا؟ سیمه درست می گفت. اتحادیه شمالی همه را کنار زده بود. در واقع مدت ها بود حزب ها آبرو و اعتبار چندانی نداشتند. مردم به جای تکیه به احزاب به قضات دقیق و بیرحم امید بسته بودند. سیمه با چشم های پر از شیطنت و اعتماد به نفس گفت و اما کار ما. لوچه تو توی استفاده از شاید و ممکنه استادی گزارش رو بدون کم و کاس انکاس بده اسم چند تا سیاست مدار و سازمان چپ و بکش وسط کاری کن همه بفهمند داریم شواهد جمع میکنیم طوری که ماست و کیسه کنن و منتظر شماره اول روزنامه باشن لوچه گفت چرا من؟ سیمه مرموز و مطمئن نگاش کرد و گفت چون خوب میدونم کار خودته بعدا که تنها شدیم از سیمه پرسیدم چرا از این هم آدم کارو سپردی به لوچیدی؟ گفت لوچیدی معمور اطلاعاتیه روزنامه نگاری رو برای رد گم کردن انتخاب کرده گفتم خب وجودش به ضرر خودمون نیست؟ گفت فعلا چیز پنهانی نداریم که بترسیم سیمه شخصیت عجیبی داشت. بهتر بگم نابغه بود. جلسه دوم تکنیک واقعی نشون دادن خبر بود. سیمه می دونست. دانش من در این زمینه زیاده. لازم بود چیزایی به اعضای تحریریه بگم. گفتم یک روش ساده وجود داره. به روزنامه های گردن کلوفت امریکا و انگلیس نگاه کنین درباره یک خبر واضح و مستقیم حرف نمیزنند. دو تا نقل قول متناقض میارن. فرض کنین یک تصادف اتفاق افتاده. اول میرن مثلا با یه دکه دار حرف میزنن. طرف میگه خب دیگه تقدیره. چی میشه کرد؟ خدا رحمتشون کنه. بلا فاصله مصاحبه دوم میارن. طرف مهندس راه و ساختمانه. و همون نزدیکی ها روی یک پروژه کار میکنه. آقای مهندس میگه مقصر این تصادف خونبار مقامات محلی این پل کلی مشکل فنی داشت خودشون هم خوب می دونستن. خب دوستان خواننده با کی احساس نزدیکی میکنه؟ معلومه با کسی که اتهام وارد میکنه مهم اینه که چطور از نقل قول استفاده کنیم حالا بیاین چند تا تمرین ساده با هم بکنیم تمرینات خوب جواب داد استعداد بچه ها عالی بود جلسه بعدی روی تکذیبیه کار کردیم. اعتبار و قدرت یک روزنامه گاهی از روی استحکام جوابیه ها و تکذیبیه هاش سنجیده میشه. همه مشتاق رد کردن اتهام به روزنامه هستن اما مشکل اینجا بود ما هنوز خبری چاپ نکرده بودیم که بازخورد یا اعتراضی داشته باشه که ما هم به اعتراض جواب بدیم و تکذیبیه صادر کنیم. خب تکلیف چی بود؟ باید هم خبر و هم تکسیبیش رو می و تمرین می کردیم. برای مثال نوعی تکسیبیه تنزامیز رو مثال زدم توی یکی از روزنامه های چند سال پیش. کسی نوشته بود عطف به مطلبی با عنوان قاتل ماه مارس چاپ شده در شماره آخر روزنامه شما به استحضار می رسانم. مشارکت بنده در قتل جولیوس سزار خلاف واقع است. گواهی تولد بنده پیوست تکسیبیه تقدیم حضور می شود. سندی که ثابت می کند بنده صدها سال پس از مقتول متولد شدم هم. زمنن با شخصیت های متروه در پرونده از قبیل بروتوس نیز هیچ گونه آشنایی ندارم. گفتگوی من با یک دوست بعد شنیده و تعبیر شده است از قول من گفته شده برای خلاص شدن از شر سبوعیت جولیو سزار ای را معاون قرار دادم که اصل سخنم اینچنین بوده و اشتباه برداشت شده برای خلاص شدن از شر مسئولیت خیابان جولیو سزار با ای پیش معاون قرار دارم تکسیبی روشن و خوبی بود سخت بود بشه جوابش داد و کوبیدش ولی هر چیزی راهی داره مهمترین کار برای کوبیدن چون این کسی به دست آوردن اطلاعات محرمانش چیزایی که بتونه طرف و غافل گیر کنه و دهنشو ببنده همیشه دوستا و اطرافیان نزدیک آدم منبع درز چون این اطلاعاتی هستن اما نباید منابع خبر رو لو داد همه چیز تو دفترچه گزارش خبرنگار مخفی میمونه وقتی اطلاعاتمون قوی و مستند باشه مخاطبا بهمون اعتماد میکنن حس امنیت رو تکه کردن پیدا میکنن اینجوری حرف صاحب تکسیبی بی اثر میشه چند تا زخم زبون و کنایه هم کار رو تمام میکنه مردم به موضع طرف شک میکنن پس دفترچه اسرارآمیز خبرنگار و منابع پنهان و ضعیف کردن موضع طرف سه تا ابزار مهم ما هستن بچه های تحریریه مطلب و خوب فهمیده بودن هر کدوم هم مثالی زدن مثالشون خوب و مناسب بود ولی مایا زیاد موافق نبود به نظرش همچین کاری حقوق بازی و پستی بود ولی سیمی قانعش کرد که چاره نیست مخصوصا به نیش و کنایه باید خیلی توجه می شود. جلسات اساسی شروع شده بود سیمه ای می میخواست بخشای مختلفی برای روزنامه فعال بشه مثلا صفحه پیشگویی پیشنهاد بدی نبود هر کدوم پیشنهادی دادیم ولی سیمه بیشترشون رو رد کرد درست میگفت مردم از پیشگویی های تلخ و ناامید کننده خوششون نمیمد باید پیشگویی شاد و خوش بهشون میدادی در نهایت سیمای تصمیم گرفت دور پیشگویی رو خط بکشه. پیشنهاد بعدی جدول بود اما نظر اعضای تحریریه جدولای سخت بود. همه آدمای های باسواد کتاب خونی بودن. نظرشون کلمات سطحی و آبکی نبود. سیمهی کلافه سر داد و گفت آقایون خانم مایا مخاطب ما آدم این روزگاره. خیلی کتاب اهل تفکر نیست. از کجا بدونه فیلگوش همون گیاه بابا آدمه؟ چه میفهمه عطار و روی یعنی چی باید چیزای آسون و چرت و پرت تحویلش بدیم آها حسن جدول سقفل تو سطل خال بیایم برای سوالای جدول مسابقه جوابهای احمقانه بذاریم به احمقانه ترین جواب جایزه بدیم مثلا بپرسیم چرا موز جای درخت رو زمین روشن نمیکنه گفتم چون تمساها همه موزا رو می‌خوردن سیمه چیز دیگه ای پرسید. مایا جواب احمقانه ای دیگه ای داد. بعد سوال و جوابای پشت همه دیگه. جوابای مایا خیلی زیرکانه و هوشمندانه بود ازش خوشم اومده بود حس کردم احساس خاصی بهش پیدا کردم ولی در نهایت سیمی از سوال و جوابا خوشش نیومد گفت همه چیز سنگین و سورئاله کدوم مخاطبی میتونه از جوابایی به این سنگینی لذت ببره اصلا ولش کنین پیشنهاد صفحه دیگه ای بدین مایا تند و فرز پرید وسط و گفت چند وقت یه جایزه بزرگ کتاب سال برگزار میشه چطور صفحه ویژه‌ای بذاریم مثلا همه ای کتابا رو معرفی و نقد کنیم اخبار جشنواره رو پوشش بدیم ها چطوره سیمی بشکن زد و گفت آفرین کتاب موضوع خوبیه ولی جایزه کتاب و نقد کتاب های سنگین ممنوع گفتم که تازگی ها کسی کتاب نمیخونه همه سرشون به چیزای دیگه گرمه کتاب خوبه ولی از کتاب بهتر نویسنده یه کتابه بیوگرافی و مصاحبه خشک و خالی با نویسنده به درد نمیخوره برین تو کار خود نویسنده پا بذارین تو خلوتش نور به تابونین رو قسمت های مخفی زندگیش اشخای پنهانش نقطه زفاش مردم دنبال همینن تکلیف صفحه ادبی روشن شد. سیمی پیشنهاد و طرح داغ میخواست. مایا گفت گزارش محکمی داره که مثل توپ صدا میکنه. همه منتظر بودیم ببینیم سوژه مایا چیه؟ گفت یه رستوران بزرگ بالا شهر هست که گاهی برای نهار یا شام میرم اونجا رستوران ظرفیت حداقل صد نفر رو داره ولی همیشه فقط سه چهار تا مشتری توش غذا میخورن همین سه چهار نفر هم همیشه بیرون رستوران میشینن توش پر از صندلی خالیه من هرچی فکر کردم موضوع میتونه فقط بحث پولشویی باشه سیمه ای با تعجب پرسید پولشویی منظور چیه چرا همچین فکر میکنی مایا گفت خودتون فکر کنید رستورانی به این بزرگی خرج خودش رو چطور فقط با چند تا مشتری انگشت شمار در میاره خب کاملا روشنه درآمدهای واقعی کلان از یه جای دیگه است مثلا مافیا باندای مواد مخدر یا جنایت و تقلب و خلاف پولاشون رو از طریق همچین جاهای پاک و سالمی میوارد چرخه مالیشون میکنن. رستوران هر روز به جای دهتا مشتری 100 تا هزار تا ثبت میکنه. درآمد باند خلاف و به اسم فروش غذا جا میزنه. منطقی نمیگم؟ سیمه گفت گیریب درست بگی چطوری میخوای ثابتش کنی؟ مایا گفت به اداره مالیات خبر میدیم کافی دوتا تا مامور مخفی بفرستن مامورا به بهانه خوردن غذا اونجا رو زیر نظر میگیرن خب راحت میفهمن ظرف یک ساعت چند نفر مشتری پول دادن بعد چهار تا حساب کتاب ساده نتیجه رو روشن میکنه سیمه گفت به این سادگی هم که میگی نیست دو تا معمور ظرف یک ساعت نمیتونن چیزی رو ثابت کنن هزار تا معمور و هزاران ساعت وقت لازمه تازه چیزی هم ثابت نمیشه اصلا باند تبکار بو میکشه و فلنگو میبنده طرح تو ارزشی نداره مایا مایا گفت خب از اول به پلیس خبر میدیم بتر نیست سیمه گفت پلیس وارد ماجرا میشه بگیر و به بند را میفته بعد میگن کی سر نخو به پلیس داد <تصفح> روزنامه فردا بعدش چی میشه معلومه میبندنمون به گوله ما میمونیم و مافیا و بمبگذاری و ترور بعدش به لطف اطلاع رسانی ما رستوران تبکارا پر از مشتری میشه همه صف میبندن که پول بریزن تو جیب مافیا لطفا فراموشش کن مایای عزیز بچسب به جدول کلمات متقاطع به این ترتیب طرح و گزارش خطرناک مایا هم به تاریخ پیوست وقتی کارمون تموم شد مایا رو بیرون دیدم دماغ بود گفتم وقت داری قدم بزنیم؟ گفت آره بعدم نمیاد گفتم به نظر من فکرات فوق العاده بودن خیلی بالاتر از روزنامه از در پیت خودمون ولی خب دلخوری نداره میدونه که مخاطبمون قرار یه مشکوز باشند. باشن نه آدمای درست حسابی گفت از دل دارید ممنونم مهم نیست مسیر خاصی میخوای بریم؟ گفتم میخوام باید قدم بزنم مسیرمون جهنم اما شما نیست خندید و گفت پس بریم سمت خونه من نه جهنم نه بهش برزخ خونه مایا سمت میلان قدیم بود معماری قدیمی و جالبی هم داشت بهش میگفتن آمستردام ایتالیا مجتمع و آپارتمانهایی داشت که هنوز دبو آورده برده بودن از همون خونهایی که از همه جا رخت و تناب آویزون بود مثل قدیم شلوغ پلوغ نبود ولی دیدنشون هنوز لذت بخش بود نزدیک خونه مایا تعدادی مغازه عتیق فروشی باز شده بود معلوم بود جنس های بنجلو مینداختن به مشتری ها حوصله خونه نداشتیم تصمیم گرفتیم بریم یه کافه همون نزدیکی ها از کردم قرار شیفته این موجود با وقار بشم در حین قدم زدن آروم از گوشه چشم نگاش کردم اونم منو نگاه میکرد نگاه شبیه آهو بود حرفی نزدیم رفتیم تو کافه جای دنجی بود حین خوردن گفت حس میکنم بازنده ی بازنده بدون امید برد بدون حتی امید بلند شدن خندم گرفت گفت چه خنده دار بود؟ گفتم نه دقیقا منم همینم خواستم بگم پیش دستی کردی تو بازنده نیستی چون هنوز جوونی وقت داری وقت کار بزرگ ولی خب من پنج سالگی رو رد کردم میدونی خیلی فرق داره گفت اصلا بهت نمیخوره گفتم ممکنه ولی وقتی خودت میدونی مهم نیست ریختت ده ساله باشه یا بیست ساله گفت چرا احساس باخت میکنی؟ دلایلش زیاده حالا سر فرصت میگم یکیش همین سن و سال تو بگو چرا گفت من هیچ جا دیر تا آخر نرفتم مجله اشتباهی ستون ها و صفحه های مزخرف دکترام هم که نصف نیمه بل کردم چون باید به پدر مادر پیرم میرسیدم چند سال بعدش هم پشیمون شدم ولی دیر شده بود دیگه نمیشد ادامه بدم حالا امیدم به همین روزنامه فرداست امیدوارم قرارداد دائم بنویسم برای همیشه به چسبم به همین کار چی میتونستم بهش بگم روزنامه قصد و قرازای دیگه ای داشت تو سر شوالیه چیزای دیگه ای چرخ میزد و تو سر سیمه چیزای دیگه هر کدوم از اعضای تحریری هم دلخوش به چیزی بودن روز بعد سیمای مثل هر روز منتظر طرح و فکر بود هنوز کسی فکرش رو کامل نکرده بود خود سیمه پیشنهاد کرد درباره خونه های فاسد قدیمی گزارشی تهیه کنیم دوستش برای مخاطب کنجکاوی ایجاد کنه فکر کنن چه جور خونه هایی بودن برگادوچو گفت باید مراقب حرفمون باشیم چون یه خانم بین ما نشسته مایا شونه بالا انداخت و گفت احتمالا قطعی فکر اومده سیمه گفت باور کن مایای عزیز برای نسل جدید سواله مطمئن باش زیادی داره گفتم احتمالا آدمای محسن خوششون نیاد چون ممکنه خاطره تلخی داشته باشن لوچیدی گفت یکیشون رو رستوران کردن ولی دوتا از اتاقای خصوصی قدیم و دست نخورده گذاشته بودن جوانای امروزی میرفتن با چندش دیدن میکردن باورشون نمیشد تا کم کم اتاقا جذابیتشون رو از دست دادن رستورانم خب تعطیل شد کامبریا گفت اتفاقا یکی از کاربردهای هنر همینه وقایع ندیده گذشته رو چشم آینده ها میذاره به نظرم گزارش خوبی میشه وقتی اومدم بیرون مایا رو غم زده دیدم دل پری از روزنامه و سیمه ای داشت کلافه بود از اینکه ترهاشو جدی نمیگرفتن رنجیده بود گفتم تو نباید ناراحت بشی فعلا همه چی در حد پیشنهاده سیمه ای فکر رو سبک سنگین میکنه اشکش سرازیر بود درکش میکردم گفتم بریم یه فیلم ببینیم موافق بود قدم زنان رفتیم سمت سینما براش حرف زدم حرفای پر از دلداری و امیدواری نمیدونم چه اثری داشت فیلم جالبی نبود شایدم حواس ما به فیلم نبود حس نزدیکی بیشتری میکردیم تا خونش همراهیش کردم پدرانه با سمیمیت ازش خدافزی کردم. روز بعد کامبریا پیشنهاد کرد درباره ضررهای آینده موبایل حرف بزنیم. به نظرش در آینده مردم رو تو خودش غرق میکرد. سیمه ای موافق نبود. میگفت گوشی های پیشرفته مال طبقه اعیون و اشرافه. تا برسه به طبقات پایین جامعه کلی طول میکشه. سیمه گفت درباره کامپیوتر هم مطلب نمی نویسیم. اون هم مال مردم عادی نیست. مردم عادی چه اطلاعاتی دارن که بخوان ذخیره کنن؟ دوچو از تیترای کوبنده و کلیشه‌ای گلایه داشت می گفت همه ی روزنامه عادت کردن کوتاه و کوبنده تیتر بزنن چه معنی در آخه خشم مسکو انفجار چپ ها من باش موافق نبودم گفتم چه بخوایم چه نخوایم روزنامه ها مردم عادت دادن به تیترای کوبنده که هم نمیشه اتفاقا اثر خیلی خوبی هم داره تازه نصف کوبندگی سخنرانی سیاست مدارا رو هم نداره اونا مثل سائقه حرف میزنن گفت بنی به نظر من کهانه شده دیگه مردم همراهی نمی کنن. سیمه گفت تو یک نکته اساسی رو فراموش کردی روزنامه ها به مردم خط میدن نه مردم به روزنامه ها همین تیترای کوبنده است که حکومت رو بالا میبره یا پایین میکشه مردم کاری نیستن قدرت القا و جا انداختن بد به جای خوب و خوب به جای بد هنر رسانه است اگر از بعضی سنت دور بشیم ممکنه کاراییمون ضعیف بشه ظاهرا براگادوچو دیگه حرفی نداشت نظرش به درد خودش خورده بود بعد نوبت چند تا ایده دیگه بود لوچیدی درباره فکر گزارش از سرای سالمندان نیم ساعت حرف زد حرفاش خسته کننده بودن معلوم بود مایا عصبی و حوصله شده دوست داشتم باش قدم بزنم ولی براگادوچو گفت حتما باید با هم حرف بزنه ظاهرا حرفاش خیلی هم مهم بود بعد از تموم شدن ساعت کار با براگادوچو قدم زنم ول شدیم تو خیابون گفتم حرف مهمه چی بود حالا؟ گفت در نظر تو این دختر آتیزم نداره؟ گفتم کی؟ مایا رو میگی؟ آره دیگه به نظر من یه جوریه گفتم منظور چه؟ چه جوری آخه؟ گفت هی دقت کرده باشه همشه مطلب به یکی دو ساعت قبل و بعدم به خاطر میاره گفتم خب این کجاش اوتیسمه؟ بخی خود دقت کن رفتاراش یه جوریه عادی نیست گفتم حالا هرچی از اوتیز نیست اگر هم هست به ما مربوط نیست حرف مهمت همین بود نه 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 یه کشف جدید و تکندنده وقت داری؟ گفتم آره کجا بریم؟ مقصد همون کافه قبلی بود وقتی نشستیم گفت ام... درباره مرگ مسئول گفتم همون چیزی که تو کتاب و مجلات و تلویزیون گفتن آهسته گفت اسنادی پیدا کردم که همه خبرها رو میشوره با میبره با تعجب گفتم کدوم خبر منظورته مرگ مسولینی یا زندگیش یا گفت درباره مرگش با تنه گفتم <applause> نکنه زنده شده مرموز آرون گفت کسی که نمرده باشه زنده نمیشه که آب دهنم رو دادم و گفتم منظورت چیه؟ نکنه شوخیت گرفته گفت هر چی شنیدیم همه شرف رسانه و سیاست مداره بوده اینا که چوق واقعیت نمیگن حالا تو سندی داری که نقض حرفاشون ثابت کنه؟ گفت نه ولی به مهلت بده خوب گوش کن باز بازم سفارش داد و گفت وقتی مسیر جنگ جهانی دوم و متفقی عوض میکنن ارتش سرخ شوروی و پارتیزان ایتالیا به قصر موسولینی نزدیک میشن همه به دیکتاتور بزرگ میگن باید فرار کنه ولی موسولونی نمیخواد واقعیت رو قبول کنه به جاش میره سمت نیروهای آزاد فاشیست تا نیرو جمع کنه ولی نیروی در کار نیست بهش پیغام میدن دیگه وقتی برای فرار نمونده چون دشمن تا بیخ گوش اومده موسولینی فقط میتونه تا قلعه بره قلعه جایی که آلمان ها منتظرن فراریش بدن هیتلر آخرین گرداناشو فرستادی رفیق دیکتاتورشون نجات بدن موسولینی موفق میشه خودشو برسونه به آلمانا ولی پارتیزانا راشونو صد میکنن فرماندهشون نمیخواد با آلمانیا درگیر بشن چون تعداد خودشون زیاد نیست از طرفی جنگ تمام شده میشه بیخیال خونریزی شد ولی خیلی راغب موسولینی رو اعدام کنه ماشین آلمانی رو می گردن ولی موسولینی رو بین آلمانی ها پیدا نمیکنن وقتی میخوان برگردن یکشون به چیزی شک میکنه بین سرباز های خدمه تانک سرباز گنده دیده میشه که مشکوک بوده برمیگرده طرف درست تشخیص داده سرباز گنده یه کچل موسولینی بوده موسولینی رو میبره سمت شهر فرمانده پارتیزان ها تب تندی برای اعدام داره ولی یهو متفقین مانع اعدام میشن فکر میکنی چرا چیزی به ذهن من نمیرسید گفت احتمالا اسراری تو کله کچل موسولینی بوده اسراری که افشاش به ضرر متفقین تموم میشد خلاص متفقین با قدرتشون موسولینی رو تحویل میگیرن اما پارتیزان ها موسولینی رو مخفیانه از زندونش میدوستن بیبرن می تو شهر تو میدون عمومی با همسر و پسرش اعدام میکنن مردم میریزن سرشون با سنگ و لگد و چوب و گلوله داغونشون میکنن طوری که قیافاتی که قابل شناسایی نیست ولی مسئله اینه آیا اون موسولینی واقعی بوده گفتم ظاهرا همینطوره تاریخ هم همینو گفته برگادوچو دوباره سفارش داد و گفت درسته ولی تاریخ رو کی می نویسه؟ هر کس به سودش واقعیت کجاست؟ خدا می دونه. هم خدا هم بعضی از آدم ها مثل من گفتم تو چطوری؟ من خیلی وقت گذاشتم روی ماجرا. میدونید چه آدمایی رو پیدا کردم؟ آدمایی که تو ماجرا بودن، شاید مستقیم کارا بودن. گفتم یعنی تو واقعا تا این حد پیش رفتی؟ فوق‌العاده است. و خب، تاریخ چی و عوضی به ما گفته؟ خیلی چیزا کسی که اعدام شده موسولینی نبوده بدلش بوده میدونی که همه دیکتاتورها بدل دارن متفق این ترتیبی داده بودم موسولینی اصلی با ماشین بره توی کلیسای قدیمی مخفی بشه بعدش هم با ماشین واتیکان مخفیانه میبرنش بندر پاسپورت جلی با تغییر قیافه مشکلات رو حل میکنه موسولینی هم مثل سران جنایتکار حزب نازی میره آرژانتین بدون اینکه شناخته بشه زندگیشو میکنه جالب بود نه گفتم جالب که هست ولی چیزایی که میگی مدرک میخواد گفت مدرکم پیدا میکنم دلم وسط هایی را هم چطور گزارشی میشه؟ گفتم خب اگه بتونی با مدرک ثابتش کنی عالیه گفت اگه ماشین خوب داشتم پروندهش تا دا حالا بسته بود میدونی که خیلی جا باید برم خیلی رو باید ببینم گفتم ماشینی که تو میخوای حالا حالا ها جور نمیشه باید فکری بکنی خب کاری با من نداری گفت نه ممنونم گوش کردی پول و حساب میکنی دیگه درسته چاره دیگه ای هم مگه داشتم شب خورد کننده ای بود حتما باید به مایا پناه می بردم با مایا خیلی صمیمی شده بودم دو روز تعطیلی آخر هفته پیش رومون بود مایا ازم خواست باش برم خونه ای ایلاقیش دو سه ساعت از میلان فاصله داشت سوار ماشین مایا شدیم و حرکت کردیم ماشینش یه فیات قرمز 500 قدیمی بود تعمیر و نگهداری آسون نبود ولی تقریبا سر حال بود خونه مایا کوچیک بود وسط یک زمین چمن شبیه مزرعه یه جای باصفا از مادر بزرگش به شعر رسیده بود خونه ساده و قشنگی بود هوا سرد بود شومینه رو روشن کردیم خونه هوایی گرفت و گرم شد چنان با مایا صمیمی شدم که راز روزنامه را بهش گفتم خیلی ناراحت نشد گفت مهم نیست شندلغازی جمع میکنیم بعدش ببینیم چی میشه گفتم نگران نباش میریم با هم دیگه یه جای خوب بهت خول میدم روز بعد برگشتیم شهر سیمی برای پالاتینو معموریتی داشت بعد قاضی معروف مبارزه با فساد و تعقیب میکرد با دوربین ارفی و میکروفون و چیزای دیگه قاضی تا به امروز به چند تا آسایشگاه سالمندار رسیدگی کرده بود همم هم محکوم و گناهکار شناخته شده بودن شوالیه صاحب روزنامه امام آسایشگاه سالمندان داشت احتمالا دیر یا ترکش تحقیقات قاضی به اونجا میخورد شوالیه گفته بود برای بی اثر کردن یک اتهام لازم نیست انکارش کنید زیر پای اتهام زننده رو خالی کنید پلاتینو بعد میافتاد دنبال قاضی قاضی فرشته نبود بالاخره هر کسی نقطه ضعفی داره پلاتینو باید شبانه روزی روش تمرکز میکرد بالاخره پاشناشیل طرف رو میشد چند روز بعد پلاتینو برگشت چیز دندونگیری شکار نکرده بود ولی میشد بگی دست خالی هم نبود عکسایی گرفته بود که نشون میداد قاضی گر و سیگار کشید زیر پاش پر فیلتر سیگار بود خب میتونست نشونه عصبی بودن قاضی باشه نوعی روان رنجوری حتی نشونه از زیر کار در رفتن هم بود قاضی باید غرق پروندهاش میشد نه تو پارکا مثل دود کش دود کنه دو تا نکته دیگه هم بود قاضی گاهی رستوران های چینی میرفت جورابای رنگی میپوشید ممکن بود همین دو نکته حرف و پشتش باشه در حال سیمه از نتیجه کار پالاتینو خیلی راضی بود حتی میتونم بگم ذوق زده شده بود ظاهرا رضایتش بازتاب رضایت شخص شخیص شوالیه بود ما یا دیگه پیشنهاد کاری نمیداد شاید سرخورده شده بود حق داشت چون تقریبا تموم فکراش رد شده بودن ولی دلیل نمیشد با منم در میونشون نذاره بعضی پیشنهاداش واقعا جالب بودن ولی غیر عملی فقط به درد یک محفل دوستانه اونم برای تفریح و خنده میخورد نمیشد تو روزنامه با قوانین ملی مشخص چاپشون کرد اما یک حس تازه دنیامونو تغییر داده بود با وجود همدیگه دیگه دیگه هیچ کدوممون احساس بازنده بودن نمی کردیم. همین تعلق خاطر و علاقه به زندگی امیدوارمون کرده بود. چند روز بعد قاضی سخیر ترور شد. هممون جا خوردیم. یعنی کاری کی بود؟ و چرا؟ کامبریا پیشنهاد کرد درباره کاراش و ترورش چیزایی بنویسی. ولی سیمی مخالفت کرد باید هم از ضعف پلیس مینوشتیم هم از گستاخی مافیا در هر صورت به دو گروه اعلان جنگ می دادیم که اصلا عاقلانه نبود روز بعد سیمی رو خصوصی ملاقات کردم میخواست ببینه طرح کتاب مشترکمون رو به کجا رسوندم وقتی گفتم چی کار کردم و تا کجا پیش رفتم زوق مرگ شد خیلی خوشش اومده بود کارم حرفه‌ای و فنی و مبتکرانه بود مخصوصا سیمه و خیلی بزرگ و آدم حسابی نشون میداد فرداش براگادو چو گفت بریم کمی حرف بزنیم مدارکی از پزشکی قانونی پیدا کرده بود درباره وضعیت موسولینی حالمو به هم زد از شکاف جمجمه و له شدن حدقه چشم و مغز خمیر شده و متلاشی شدن فک گفت گفت و گفت و گفت داغ کرده بودم و سطح حرفاش وایساد یه نفس تازه کرد و گفت همه چی هست الا کوچیکترین نشونی از زخم معده همه میدونن اوضاع معده موسولینی افتضا بوده سیفلیس پیش رفته داشته ولی کال بود چکافی نشون نداده خب حالا فهمیدی چقدر حدس من درست بوده بعد جوری به موسولینی پیله کرده بود دست بردارم نبود اصلا شو نداشتم و زود ازش خدافزی کردم و رفتم جلسه بعدی کاری اصلا خوب نبود البته برای مایا حوصله سربر و بی فایده بود انگار وجودی اضافی و بی ارزش باشه آخرش با سر خدافزی کرد و رفت معنیش این بود میرم خونه قرص خواب میخورم میخوابم من دوباره افتادم تو دام براگادوچو بازم مهمونم کرد به شنیدن تحقیقات تازهش درباره موسولینی این بار از دزدیدن جسدش گفتونم به دست هوادارای دیوونه البته کسی نمیدونست جنازه تقلبی اگه میدونستن طرف تو آرژانتین توی مزرعه قایم شده از خوشحالی میمردن نفسی گرفت و گفت آدم دلش به حال دیکتاتوری کچل میسوزه تو آرژانتین دیگه خبری از اون همه ناز و نعمت که نبوده باید مخفیانه فقط به درختا نگاه میکرده. باز شانس آورد تو واتیکان قایم نشد و همش باید با راهبه های بیر اخمو چش تو می میشد غروب به غروبم براش آش سبزیجات میپختم ولی بعدش چی چند سال تو آرژانتین زندگی کرده تا آخر عمرش تا کی شاید اونجا رفته باشه جای دیگه یعنی برای تو جای سوال نی گفتم هست خیلی دوست دارم بدونم به شرطی که تو بهم بگی گفت فعلا قطعاتی از پازل من مونده تا تک میشه به وقتش بهت میگم برگادو چو خیلی دوست داشت داستانش رو قسطی تحویل بده ولی اون همه حرف جنازه و مغز و تعفن و پوسیدگی حالا ما بد جوری به هم زده بود حسلش رو نداشتم منم رفتم خونه و قرص خواب خوردم و خوابیدم روز بعد سیمه پیشنهاد کرد درباره شرافت و درستکاری مطالبی بنویسیم گفت حالا که حزبای سیاسی فاسد شدن فقط دنبال پول و بستن بار خودشونن باید نشون بدیم میتونیم ضدشون بلند شیم گفتم ولی باید احتیاط کنیم از اینجور حرکت ها زیاد اتفاق افتاده همشون هم یه جوری خوردن زمین مایا خندید و گفت یاده یه هی رمان معروف افتادم اتحادیه آدمای درستکار آدمای شریف نفوذ میکنن تو جمع آدم بدا که نقطه ضعف ها و اسرارشون رو کشف و بهشون ضربه بزنن ولی خودشون هم خوی اونا رو میگیرن به تریج قبای سیمه برخورد. دماغش رو کچ کرد و گفت ما اینجا رمان و ادبیات کار نمی کنیم. گزارش و تحلیل واقعی می خواهیم. برین سراغ کار جدی و به درد بخور. معلوم بود مایا بازم سر خورده می شه. وقتی بیرون اومدیم گفتم حاضرم بزنم زیر میز بازی و پته شوالی و سیمه ای بریزم رو آب. نیمه غمگین گفت خودتو به خاطر من تو درد سر نندست. بالاخره کار درست میشه. روز بعد بازم گیر براگادوچو افتادم. بازم تو کافه مهمون خودم و شنیدن سریال موسولینی بودم. گفت کشف کردم کودتای سال 1970 فقط به اتکای برگردوندن مسولینی بوده اگه یادت باشه هفتم و هشتم دسامبر 70 یعنی همون سال حدود هزار نفر تو روم آماده کودتا میشن همه چی آماده است ولی یهو کودتا از تو لغو میشه بازداشتا مخفی و بی‌سرصداس هیچ خبری هم از همچین ماجرای مرموزی به بیرون درز نکرده چرا گفتم نمیدونم واقعا نمیدونم گفت بهت میگم چون شاید تنها کسی هستم که بهش فکر کرده اون شب حتما خبر رسیده که موسولینی چی مرده چون اساسا کودتا به پشتگرمی معنوی اون کلید خورده ولی وقتی رهبر آینده مرده کودتا دیگه چه معنی داره براگادوچو به هیجان اومده بود عرقش و خوش کرد کف دور دهنش پاک کرد و دوباره گفت ولی مرگ دیکتاتور پایان ماجرا ها نبود بعدها خیلی از آدم های مهم سیاسی حتی مذهبی به خاطر همین راست کشته شدن انفجارا و ترورای زیادی تو ایتالیا اتفاق افتاد همش هم به زنده بودن موسولینی تا سال 1970 رفت داشت حتی پاپ ژان پل جنش جونش رو همین ماجرا گذاشت چه معنی داره فقط یه ما بعد از رسیدن به مقام پاپ بمیره چون راز حمایت واتیکان از موسولینی رو کشف کرده بود همه وسایل شخصیش هم ناپدید شد از عینک و لباس تا قطری افورتیلش ژان اول اول فشارخونش پایین بود بر همین افورتیل مصرف میکرد ولی کی از فشارخونه پایین سکته میکنه ها بعدش تعدادی از کاردینالا و آدمای مرموز کلیسا کشته میشن یعنی از یه پل قدیمی القاویز میشن یکی دیگه تو زندان با زهر میبره خلاصه آدمای زیادی مربوط به واتیکان از بین میرن اما فقط همین کلی آدم دیگه هم کشته میشن انفجار ترور تیراندازی اعلام وضعیت فوقالعاده تو ایتالیا قتل نقص وزیر همه از طبعات مرگ موسولینی بودن کافی دستت به اسناد دادگستری و نهادهای امنیتی برسه قادت میفهمی گفتم اینا همش نتیجه تصور و چیدمانای ذهن توه که میتونه ثابتش کنه گفت وقتی کتابم چاپ شد و سنده رو دیدی ایمان میاری از خیلی ها کمک گرفتم مخصوصا لوچدی هم کمکم هم کرده شاید ندونی ولی با سازمان های اطلاعاتی ارتباط داره گفتم میدونم خبر دارم نگاش به در کافه افتاد صداش آورد پایین و گفت ببین بهتر بریم چند تا چشم بادو میدارم میان من ازشون خوشم نمیاد احتمالا جاسوس های چینی باشن صد تا زبون بلدن از گاره همه سر در میارن. خوشحال شدم. بیرون کافه نفس راحتی کشیدم گفتم حالا تحقیقاتت کی چاپ میشه گفت چند روز دیگه اسنادم کامل میشه کارو میدم به سیمی از همین حالا خوراک دوازده شماره جوره شب برای فراموش کردن موسولینی و استخونا و کشدارا شام با مایا خوردم زیر نور شم و یه محیط آروم خوشبختانه حال مزخرفم بهتر شد. روز دوشنبه برگادوچو با یک ذوق کودکانه تحقیقاتش رو برای سیمه ای رو کرد. سیمه ای خیلی جدی و مشتاق ازش خواست با دقت آمادش کنه. بعد تک تک منو تشویق کرد زودتر مطالبمون رو آماده کنیم. یکی از بچه ها گفت فعیده بتونیم 24 صفحه رو پر کنیم. سیمه یکی خورد ولی زود خودش رو جمع جور کرد و گفت خب مطالب چی هستین خبر بسازین؟ چند تامون پیشنهادایی دادیم بعضی خبر اصلا در شهن روزنامه نبود ولی برای سیمه اهمیتی نداشت خب خبر باید هیجان و کشش ایجاد میکرد مهم همین بود این وسط من و مایا خونه دل میخوردیم شب بین کوهی از صفحه های گرامافون مایا قوطه ور شده بودم همشون موسیقی ناب و فاخر میراس مادر بزرگ و پدر بزرگش بودن مایا گفت با بعضیاش حتی گریه میکنه موجود عجیب و حساسی بود خودم اهل گریه با موسیقی نبودم ولی انگار حالا عواش تکونم داد گفتم تو با کیا بیشتر دم خوری؟ گفت خیلی ها. سمفونی شماره هفته به توبن دیوونم میکنه از نوجوانی دیوونم میکرد شمان بیشتر از همه خیلی رومانتیکه از سرگذشتش خوستم میگیره یه جورایی بود آخرشم دیوونه شد بقیهشون فقط لافزن بودن گفتم مثلا کیا؟ گفت مثلا فرانس لیست مغرور یا راخمانینوف علکی خوش <تصفح> به نظر من کارشون فقط برای پول دار بردن شهرت بوده برای خلوچلا کار میساختن من مثل چرک کف دست شستم ریختمشون دور. از شپن هم خوشش می اومد. شاید چون خوب با کنسرتوهاش هاش گریه میکرد انگار قرار نبود مایا رو هیچ وقت درست بشناسم. روز بعد روز حیرت انگیزی بود. بهتر بگم روز پایان همه چیز بود. براگادوچورو رو کشته بودن. توی کوچه باریک و خلوت فقط با یک ضربه عمیق چاقو به پشتش سیمه ای حیرت زده بود من و بقیه هم دست کمی ازش نداشتیم مایا گریه میکرد هیچ وقت از برگا دوچو خوشش نمیومد ولی وقتی کسی کشته بشه قضیه فرق میکنه بازرس پلیس از تک تکمون چند تا سوال معمولی کرد. درباره تحقیقات براگادوچو لام تا کام حرفی نزدم. اون دیگه مطمئن بودم ماجرای موسولینی مشکوک و خطرناکه. هر کی باشه ارتباطی داشت دخلش میومد. کافی بود بگم درباره تحقیقاتش با منم حرف زده. از کجا معلوم دستای مرموز پشت پرده منم نفله نکنن؟ سیمه گفت برام اتاقش. بی مقدمه گفت براگادوچو تمام ماجرای موسولینی رو من تعریف کرد. دم گفت تمام ماجرا رو برای تو هم تعریف کرده پس خوب گوش کن جا خوردم اصلا فکر نمی کردم دو چو پای منم تو ماجرا باز کرده باشه سیمه گفت ممکنه پای هر دومون به ماجراهای خطرناکی باز بشه نامه تهدید ناشناسی هم به دست شوالیه رسیده شوالیه هم حقوق دو ماه بچه های روزنامه را رو فرستاده و گفته فردا بی فردا از خیر روزنامه گذشته گفتم کی ممکنه بو برده باشه؟ گفت برگادو چو گفت برای لوچیدی هم تعریف کرد حتما لوچیدی هم به سازمانش گفته او دخل برگادو چو را آوردن من همین امروز میرم سوئیس برای همیشه اسم و مشخصات هم, هم عوض میکنم یه جایل خوب سراغ دارم تا هم فعلا تو خونه قایم شو بعدش بزن به چاک اروپای شرقی بعد جایی نیست گفتم یعنی انقدر جدیه گفت جدی تر از تصور ما من جات باشم میرم رومانی تو این پاکت دوازده میلیون لیر حقوق دو باش میتونی مدت ها راحت زندگی کنی متاسفم که اینطوری تموم شد. از دفتر روزنامه که بیرون اومدیم به مایا گفتم بره خونه و تا فردا صبح منتظر بمونه. نگران بود و میلرزید. فهمید بیشتر از این نباید چیزی بپرسه. رفتم خونه و نتونستم شام بخورم. داغون بودم. ذهنم خسته بود و خوابم نمیبرد. مجبور شدم قرص خواب بخورم. امروز صبحم تو شیر خبری از آب نیست. خب همه چیزو براتون تعریف کردم. حالا چه واتیکان چه گروه های کودتا چی و تروریست قدیمی بالاخره کسی دیشب اومده تو خونم ممکنه سازمان های اطلاعاتی اومده باشن شاید مثلا یه فاشیست قدیمی بوده یکی از دیوونه های عاشق کشتن فکر کردم دو سه روزی صبر کنم روزنامه ها رو بخونم اگه خبر قتل برگادو چو رو چاپ نکرده باشم پس اوضاع خرابه چون معلوم دستای با نفوذی میخوان رو ماجرا سرپوش بذارم ولی در هر صورت بهتر بود بزنم به چاک ولی کجا رومانی یاد مایا افتادم یاد مخفیگاه دنجه ایلاقیش بگم اونم جای بدی نبود باید بهش زنگ میزدم ولی از خونه خودم عاقلانه نبود بعد میرفتم بیرون پشت آپارتمان یه در نرده داره آهنی بود میخورد به کوچه پشتی کلید درم داشتم رفتم طبقه پایین در پشتی به کافه باز می شود. با صاحب به کافه آشنا بودم رفتم تو فقط دو نفر تو کافه بودم بهشون نمیخورد مأمور مخفی باشن از تلفن عمومی کافه زنگ زدم به مایا معلوم بود با بیقراری منتظر تماسم بود بهش گفتم وسایل چند روز زندگیشو برداره با ماشینش بیاد کوچه پشت خونم تأکید کردم گاه و بیگاه به پشت سرش نگاه کنه ممکن بود تعقیبش کنن خیلی کنجکاو و نگران بود بدون چه اتفاقی افتاده بهش گفتم چیزی نپرسه و فقط عجله کنه گفتم چرا قرمزارو رو رد کنه به سرعت بپیچه تو خیابونای فرعی و هر جوری شده رد کنه کمی بعد سر ساعت مایا با ماشینش تو کوچه پشتی بود. میشد تو هر کاری روی مایا حساب کرد. از نزدیکترین جاده رفتیم تو جاده اصلی. تو کل مسیر حرف زیادی نزدیم. وقتی رسیدیم نفس راحتی کشیدم. دوست نداشتم تو رو خالی کنم. بهتر بود چیزی بهش نگم ولی عاقلانم نبود. سیر تا پیاز ماجرا رو گذاشتم کف دستش. تا چند روز از خونه بیرون نزدم سر و صدای مایا در اومد گفت زیادی حساسم و اشتباه میکنم حقم داشت چون تو منطقه هستن کسی ما رو نمیشناخت روز یک شنبه رفت چند تا روزنامه خرید خبر قتل برگادوچو تو صفحه حوادث چاپ شده بود خیلی هم حساسیت به خرج نداده بودن قتل به آدم های مرتبط با فساد رفت داده بودن ظاهرا پلیس حرف من و سیمه و باور کرده بودن گفته بودیم برگادوچو رو گزارش خلافکارای خیابونی کار میکرده. روز بعد دیگه خبری از قتل براگادوچو چاپ نشده بود معلوم بود برای پلیس چندان مهم نیست اگه بود حداقل آدرسی از منو سیمی گرفتن. با این کاراگاه ها خدا آخر عاقبت مملکت رو بخیر کنه مشخص بود انقدر پرونده رو دستشون مونده که به چنین کاری نمیرسن چند روز بعد مایا سعی کرد از حال و هوای بعد درم بیاره رفتیم گردش یه کلیسای قدیمی بود با حیات و ساختمان های بزرگ و باشکوه. هر چیزی که میدیدیم منو یاد توته و طرح کشتنم مینداخت همش فکر میکردم یه جای دور کسایی برای خاموش کردنم نقشه میکشند قبلا شرمنده بودم دوست نداشتم مایا بفهمه تا این حد بزدل و ترسو هم. مایا برای دلداریم گفت شاید واقعا یکی از اون خلافکارهای خیابونی برگادو چرا کشته باشه گفتم اصلا گیریم حرف تو درست ولی همچین آدمی چرا باید به شوالیه زنگ بزنه تهدیدش کنه گفت شاید شوالیه دروغ گفته باشه مگه نگفتی میخواد یک ساله روزنامه رو ببنده شاید حالا فرصتی به چنگش افتاده ممکن هزینه های روزنامه براش زیاد بوده قتل برگادوچو رو بهونه کرده شد باجی که میخواسته به دست آورده باشه بعد میگم گفتم فرض کن درست میگی کسی که چند شب پیش دزدکی اومده خونه من چی کی بوده گفت از کجا معلوم کسی اومده تو گفتم پس شیر فلکی آب خودش بسته شده گفت می این نگفتی هفته یه بار مستخدم برای نظافت می اومده شاید چه کشی رو دیده فلکه رو بسته عصبی گفتم ولی آخر شب برای خوردن قرص خواب شیرو رو باز کردم دوباره گفت وقتی فلکه رو می بندن حداقل یه لیوان آب تو لوله میمونه نه؟ گفتم هم. چی بگم ولی با مهربونی گفت با برکن ذهنت خسته شده شبیه ها شدی. توهم زدی. چند روزی درباره حدس و گمونامون حرف زدی. موضوع رو به فراموشی بود که یهو یه برنامه تلویزیونی سر جا خشکمون کرد تلویزیون یه مستند پخش کرد بر اساس تحقیقات براگادوچو ماجرا تقریبا بر اساس یافته های خودش پیش رفته بود همه چی توش بود دقیق و پر از جزئیات حیرت کرده بودیم اگه کسی قبلا اطلاعات براگادوچو رو ارائه میداد همه فکر میکردن دیوانه است ولی حالا بیشترش از بی بی سی پخش میشد دلم به حال براگادوچو میسوخت جونش در واقع به خاطر هیچ از دست داده بود اونایی که کشته بودنش فقط نگران اطلاعات یک نفر بودن حالا همه ی دنیا ماجرا رو می دونستن اگه کسی هم حرفی داشت خطری ایجاد نمیکرد اگه کسایی معترض می شدن می گفتن اهمیت نداره تحت تاثیر خبرای توخالی تلویزیون قرار گرفته چیزی شبیه توهم توطعه یا هزیان سیاسی این برنامه تلویزیونی همه حدس و گمانا رو بی معنی میکرد اما معنی خوشایند دیگه یم داشت و اون اینکه من دیگه آزاد بودم یاد جمله معروفی افتادم حقیقت آزادت می کند حالا اگه می رفتم و داد می زدم پاپ گوشت بچه میخوره کسی ترم برام خورد نمی کرد گشته شدن تعدادی آدم اهمیت نداشت فقط تو دو تا جنگ جهانی 600 هزار نفر آدم از بین رفتن جامعه انواع فساد و کشتار و غارت و بیماری رو دیده هر کی هر چی تعریف کنه میگن بدتر از اینا رو دیدیم مایا گفت مزه مالیمون بد نیست بیا از این کشور بریم گفتم عزیزم پول که داریم خطرم که برطرف شده دیگه برای چی باید بریم گفت از تو بعید چطور دلت میخواد تو این کشور زندگی کنی هر جا بشینی جاسوس و مافیا و قاتل کنارته گفتم اروپا و آمریکا هم همچی گل و بلبل نیست تمام دنیا کابوسه گفت ولی کشورهایی هستن که مثل آکواریوم میمونن به ظاهر پر از خلافم ولی خلافشون کاملا شفافه منظورم کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبیه همه میدونن رئیس کل مواد مخدر کیه کی تاجر بزرگ اسلحه است پلیس هم همه رو میشناسه باجش رو میگیره اونام به موقع و مرتب پرداخت میکنن همه چیز بر همین اساسه نه با توریست کار دارن نه با خارجی فقط همدیگر رو میکشن بریم اونجا تو روزنامه ها و مجلات زرد کار کنیم آدماش یه چیز مخفی و خطرناکی ندارن هر چی بنویسی روز قبلش تلویزیون پخشش کرده خطر و تهدید یقت رو نمیگیره تو اونجا دوستی دارم که میتونه کمکمون کنه جزیره دنج خودمون رو پیدا میکنیم آدم بازنده دلخوشه که آدمای اطرافش هم در حال باختنن حتی برنده هارم بازنده میبینه به مایا گفتم عزیزم اگه یه خورده دقت کنی ایتالیا دست کمی از اون کشورهایی که میگی نداره حالا مافیا با افتخار زندگی میکنه مردم همه از زیر مالیات در میرن فساد کاملا همه جا پخ شده پارلمان پر دزد و تبهکار فقط آفتاب دزدا میرن زندون اینجا کم کم بهش میشه بیا همه جا بمونیم من ترجمه رو میکنم تو هم برو تو مجلات زرد و پول ساز تو یه هم زدن اینجام جهان سوم میشه اون وقت زندگی همچین آسون میشه که باورت نشه کم کم زندگی زیبا ساده و آروم شد البته به لطف و مدد مایا زندگی قابل تحمله باید فقط بهترین استفاده را ازش بکنی به قول اسکل توهارا تو رمان و فیلم برباد رفته هرچی نباشه فردام روز خداست